قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر همه شما عزیزانم. سپاسگزارم در ابتدای برنامه با نام و یاد خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، یعنی خداوندی که جان را در ما دمید و خرد را در ما نهادینه کرد. در ارتباط با مسئله تغییر، من امروز میخوام ببینم که چه چیزی رو شما میخواین در زندگیتون تغییر بدین، چه مسئله‌ای براتون، آیا واقعا فکر تغییر رو کردین؟ یعنی بعضیا فکر میکنن خب ما که همیشه الان خوبیم، اکسپرتیم، اون آدم ما باید تغییر کنن، حتی همسران، زن شوهر. وقتی اشکال پیش میاد خانم میخواد آقا تغییر کنه، آقا هم میخواد خانم تغییر کنه، هیچ کدومشون حاضر نیستن که فکر کنن که چه اشکالی بین ما به وجود اومده و به خاطر این اشکال حالا باید یه چیزی تغییر کنه تا بتونیم اون حالا مشکلی که در زندگی زناشویی پیش اومده برای زن و شوهر، این رو بخوان تغییرش بدن و حلش کنن. هیچ کدوم از زن و شوهرها نمیپذیرن. هر وقت میان پیش مثلا با من در ارتباطن، خانم دکتر یک کاری کن مثلا خانم من تغییر کنه، اون آقا هم، اون خانم هم میگه یک کاری کن این همسر من تغییر کنه. یعنی ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که من میتونم با تغییر رفتارم یک دگرگونی در رفتار، یعنی من چون صدا میپیچه متاسفانه حواسم پرت میشه آقای اندرو، این دگرگونی که ما میخوایم که در رفتارمون به وجود بیاریم، هر کس میگه یکی دیگه تغییر کنه حال من خوب شه. من توی تمام این تراپی ها میبینم هیچ کس قبول نداره که ممکنه که تو رابطه اشکال داره، خودش باید یه تغییرات رو به وجود بیاره، همه میخوان یکی دیگه تغییر کنه تا حال ما خوب شه. ما بچه‌مون هم میزنیم دعواش میکنیم که اون چیزی که من میخوام انجام بده، ولی خودمون نمیدونیم چه روشی رو داریم به کار میبریم که اون بچه تازه تحریک میشه که اون رفتار رو بیشتر انجام بده. به خاطر چی؟ به خاطر جلب توجه، به خاطر اینکه وقتی اتنشن از شما میگیره، بچه ها نگتیو اتنشن هم میگیرن، حتی شوهرها، زنها، وقتی این نگتیو اتنشن رو ما دربارش فکر کنیم، یه چیزی رو میگن که یک توجه اون طرف جلب بشه، شروع کنن به آرگیو. حالا اونم براشون مهمه که من با این رفتارم باعث شدم که اون ریسپاند پرخاشگری رو بده یا ریسپاند فریاد رو بده. اینا میتونه پدرنا و الگوهاییه که ما تو ذهنمون تو برای ارتباطمون انجام میدیم، و این نحوه ارتباط ما با دیگران تعیین کننده سرنوشت ماست، ولی ما حاضر نیستیم برای تغییر. من میگم یکی دیگه تغییر کنه حال من خوب شه. بچه رو میخواین بزنین با دعوا
با اون پرخاشگری که داریم میکنیم بچه رو دعواش کنین و اونجوری که شما میل دارین رفتار بکنین. چنین چیزی نیست. نه ما قادر هستیم با رفتارهای پرخاشگرانه همسرمون رو وادار کنیم که آنجور که ما میخوایم به میل ما رفتار کنه و نه بچه هامونو که بخوایم با تنبیه و نمیدونم توبیخ های اینجوری و حالا یه تنبیه بدنی، تنبیه فیزیکی یا غیر فیزیکی، هیچ کدوم اینو کاری نداره. یعنی یکی از چیزایی که مسئله مهمی رو که الان روانشناسا تحقیق کردن در مورد تنبیه، حالا در مورد هر کی، اگه با همسرمونه، با بچه‌مونه، اون رفتار وقتی تنبیه میکنین اون رفتار از بین نمیره، فقط اون طرف یاد میگیره که در کنار اون آدمی که تنبیهش کرده اون رفتار رو انجام نده و وقتی اون حضور نداره انجام میده. یا برای زن و شوهر هم همینطور، که وقتی که ما روش های پرخاشگرانه و تنبیهی رو پیش میگیریم فکر میکنیم که این رفتار میتونه تغییری در رفتار طرف مقابل ما به وجود بیاره و ما حالمون خوب شه. اینطوری نیست. چیزی رو که ما از ریشه نتونستیم بهش برسیم و نفهمیم که من یک عامل هستم در ارتباط با اشکالات زناشویی، هر کس یه انگشت اشاره داره که به طرف اون یکی داره دراز میکنه و اینجا هستش که اون تیرای طلایی رو به سمت هم پرت میکنن. زن خانم میگه آقا، آقا میگه خانم و رفتارهایی رو که از این طریق انجام میدن، یعنی فکر میکنن اگر من نپذیرم که اشکال دارم و همش بخوام انگشت اشارم به سمت اون باشه اون موقع من زیحقم. خب شما اینجوری زیحق نیستین، فکر میکنین که با متهم کردن کس دیگه‌ای من حالم خوب میشه. نمیشه و اون تغییرم در اون به وجود نمیاد. تغییر رو در زندگی خودتون تجربه کنین. حتی میتونین اگر مثلا تغییر برای همه چیز، تغییر رفتاری مخصوصا در ارتباط با دیگران، با همسر، با فرزند، با اجتماع، با هر چیز، با خودمون. وقتی که تمام مدت داری خودتو سرزنش میکنی برای کاری که کردی چه نتیجه میگیری؟ ما شروع کنیم بنویسیم که چه تغییری رو میخوایم در خودمون به وجود بیاریم که باعث آرامش ما بشه. ولی ما فقط به عنوان یک چی میگن قاضی داور انگشتمون به کسای دیگه است، نمیخوایم بپذیریم که بابا من اشکال دارم، توی این رابطه اشکال داشتم، در رابطه با دیگران، حالا همسر نیست، ممکنه با فامیل، اقوام، ولی همش میخوایم یکی دیگر رو این وسط مقصر کنیم. چرا؟ برای که حالا من خوب میشه، من خودم رو اینجا دارم تبرئه میکنم، یعنی میگم من گل بی عیبم، اونا هستن که باید تغییر کنن. هر وقت که این تفکر رو داشته باشین هیچ وقت نتیجه نمیگیره. تو ارتباطاتتون، توی مشکلاتی که با همسرتون دارین، در ارتباط با تربیت فرزندانتون بخواین از این روش ها استفاده کنین هیچ وقت نمیتونین اون موفقیت رو به دست بیارین. برای اینکه ما خواهان این هستیم که یکی دیگه تغییر کنه حال من خوب شه. این بدترین نوعه. اما من هم بایستی اون تغییر رو در خودم به وجود بیارم، ببینم چه چیزی در من وجود داره که این اشکال به وجود اومده در زندگی زناشویی، در زندگی روزمره، در تربیت فرزندان. تمام مدت ما دنبال مقصر میگردیم. مثلا تو جامعه ایرانی هیچ که حاضر نیست بپذیره که بابا خب من این اشکالو داشتم، تو این رفتارم این اشکال چیز به وجود اومده. بنابراین یادمون باشه ما مسئول رفتار خودمون هستیم و اگر بخوایم منصفانه به رفتارهای خودمون فکر کنیم و نگاه کنیم و نخواهیم که تمام مدت دنبال مقصر بگردیم، یاد میگیریم کجا چه اشکالی داریم، کجا چطوری میتونیم
اون رفتارها رو تغییر بدیم. الان خب متاسفانه با شرایطی که مخصوصا در ایران به وجود اومده، سیل و این همه اشکالاتی که به وجود اومده، واقعا تأسف باره. یعنی آدم فکر میکنه که چقدر آسیب به اون مناطق خورده مردم، چقدر این وسط اشکال برشون پیش اومده، مردم از بین رفتن و اینا، خیلی تأسف آوره. من که خودم واقعا برای تمام این وقتی که نگاه میکنم واقعا اشکم در میاد و قلبم فشرده میشه و فکر میکنم که چقدر اون شرایط مشکل برای مردم به وجود آورده. ولی خب دیگه در از راه دور فقط اون احساس سیمپاتی، ایمپاتی، همدردی، هم هماهنگی و هم حسی رو در من به وجود میاره که واقعا اون تأسف رو در وجود من به صورت یک حالت درد به وجود میاره. اما خب من به فکرتون هستم، من شما هموطنه عزیزم، کسی که داخل کشور هستیم، واقعا دوستتون دارم، واقعا دوست دارم که بتونم به شما خدمتی بکنم که ارزنده باشه و میتونیم بعدم با من تماس بگیرین. میفهمم شرایطتون رو و با این همه چیزای سیل و نمیدونم بارون و هر چیزی که اتفاق افتاده، خیلی برای من دردناکه که بخوام بهش اشاره بکنم. من خودم رو عضوی از اون کشور میدونم که حالا دورم، ولی همه اونا رو درک میکنم، اشکالاتی که دارن و رنجی رو که دارن میکشم. و متاسفانه خب به قول معروف میگه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است. اما همدردی، سیمپاتی، ایمپاتی، این برای شما دارم میکارم، برای تمام هموطنهای عزیزم که داخل ایران هستن و واقعا نمیدونم چه کار کنم، چطوری میتونم یه خدمتی ارزنده برای شما داشته باشم. و حالا مشاوره اگر خواستین که با من انجام بدین، من برای ایران همه رایگان خواهد بود و این کار رو انجام میدم برای تمام هموطنهای عزیز داخل ایرانم. حستون میکنم، دوستتون دارم و درک میکنم شرایطتون رو و همونطور اون چیزی که فیلینگی که شما دارین، بغضی که توی گلی من میاد، هماهنگ با رفت ارتباط مسائلی که در اونجا هست. بنابراین خیلی خوشحال میشم که به هر حال با من تماس بگیرین. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. از کرج ایران صحبت میکنم، میتونم با خانم دکتر صحبت کنم؟ من خودم هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. خانم دکتر سلام، سر ما به شما بخیر. درود بر شما. شما شبتونه، ما هم ساعت 12 ظهرمونه. به هر حال بله، من هم گفتم شب ما به شما بخیر. از شاید خانم دکتر، من حرفای شما رو پرد افتاد تایید میکنم. اگر من خانمم زیرا اگه من صدا شما رو نمیشنم، من دارم گوش میدم عزیز من، شما حرفتون رو بزنید. بله بله، اگه من احساس کنم که خانمم به من ایراد میگیره، بعد باش صحبت کنم قبول نکنه، ببرمش مشاور روان شناس. بعد مشاور روانشناس از من پرسش پاسخ میکنه، بعد جواب میده که شما مشکلی ندارید از نظر ساختمان روحی و هم از نظر روابط خانوادگی. بعد خانم هم بره، بعد باش پرسش پاسخ میکنه، بهش میگه که شما بعداً باید این جواب بره تو دستگاه، بعد از دستگاه که برگشت به شما زنگ میزنیم بیاید ببرید. زنگ زدم به خانمم، گفتن بیاید جواب این پرسش پاسخ رو ببر. گفته نه، من مشکلی ندارم، شوهرم مشکلی داره.
خب حالا من از خون روان شناس پرسیدم، خانم روان شناس، گفتم بالاخره خانمم مشکلی داره یا نداره. گفت خانم شما مشکل داره، باید بیاد جوابشو کتبا بگیره. نره من چیکار کنم؟ بعد ایرادای قبرم ایراد میگیره، من چیکار باید بکنم و میدونم هم چه باید گذشت بکنم، سازش داشته باشم، مسائل مدار باشم و باید دارای عالی ترین سازگاری باشم، چون فرزند دارم، مشکل اعصاب روانم داره. حالا بچه تون چند ساله است؟ شما من چیکار باید بکنم با خانمم؟ چرا رفتاری رو باید انجام بدم؟ از من که نمیدونم خانمتون با شما چه رفتاری رو انجام میده. وقتی شما میگین که ما رفتیم پیش روانشناس، اونا گفتن جوابشو میدیم، از نمیفهمم چی رو جوابشو میخوام بدن. ولی کلن چه اشکالی با خانمتون دارین؟ من میخوام اونو بدونم. یعنی ارتباطاتتون با هم آرگیو میکنین، دعوا دارین با هم دیگه، یعنی مخالفت دارین؟ موضوع مهمی که در ارتباط شما و همسرتون پیش میاد کدوم هستش، چی هستش؟ لزومی نداره تست بدین اینو بذارن توی نمیدونم دستگاه جواب بگیرن. شما به من بگین اختلاف و مسئله شما با همسرتون چی هستش؟ من اختلافی با همسرم شخص به صدای خودتون توی تلویزیون گوش میدین؟ گوش من از نظر خودم اختلافی با همسرم ندارم، ولی اون دوست داره هرچی بگه من بپذیرم. من میگم واقعیت های روزمره رو باید پذیرفت، نه اینکه هرچی شما بگید من بپذیرم. اون چیزی که واقعیت داره صحیحه، درسته، منصفانه است، عدالت خواهی، منافع هر دومون در این هست، من میپذیرم. این قبول نمی کنی. خب شما سر چه چیزی اختلاف داریم؟ ببینید، میکنه که مثلا گروگرا باشه، مثلا با یه دخترم رفتارش خوب باشه چون وضع مالی اون خوبه، با یه دختر دیگه هم رفتارش بد باشه. بعد این مسائل رو ایشون دارم. من از هیچ کدوم، من بچه ها من دوست دارم، از هیچ کدومشون دفاع نمی کنم، ولی میگم که شما باید سعی کنید اگر بچه ها ما اختلاف دارن، سعی کنید اینا رو وحدت بدید، نه این که به این اختلاف به اشکال مختلف دامن بزنید. حرف من تفاهم و دوستی بین فرزندان هست که خودم دارم و تفاهم و دوستی خانمم با فرزندان هست، نه گروگرایی و تفرقه هست. اجازه بدین شما نمیتونین به خانمتون نصیحت کنید. از نظر روانشناسی، چون زن درونگراست مشکل داره، چون فرزندم اسکیزوفرنی داره و فامیل ایشون هم اسکیزوفرنی دارن، مثلا بچه های داییش، بچه دختر داییش، دختر پسر داییش، اینا هم این مسائل رو دارن. و من کلن بهش میگیرم، یک بارم رفت دکتر روان پزشک، دکتر روان پزشک دارو براش نوشت، داروها رو نخورد. بعد بهش میگم برو یا دکتر روان پزشکی که قبلن رفتی، یا برو شخصا از نو برو دکتر روانشناس ببین اینا چی میگن. اگه من مقصرم، من رو توجیه کنی، برای من رفتار من توجیه کنی که من اصلاح بشم. حرف منه با ایشون. خب ببینه، اجازه بده، شما که مشاور خانومتون نیستی. مشکل ما حل نشده، ولی من همیشه سعی میکنم از صبح که بلند میشم تا شب هر چی بزنم واقعیت باشه، حقیقت باشه. خب اجازه، بچه هم رو حساب میکنم، بچه هم دوستم دارم. خب اجازه بدین، شما میخواین روانشناس خانومتون باشین و هرچی که شما میگین خانومتون گوش بده. یعنی من اصلا نمیفهمم، نمیتونیم ما به آدم ها، مخصوصا زن و شوهر،
وقتی که من میگم تو اشکال داری، تو این رفتار اشکال داری، من چون دوست تو هم، من چون همسر تو هم میخوام به تو بگم، قبول نمی کنن. ببینیم ما نمیتونیم مشاور همسرمون باشیم، نه زن مشاور شوهرش باشه، نه شوهر مشاور زنش باشه. ما نمیتونیم نصیحت کنیم بگیم این کارت اشتباهه، تو باید بایدا وقتی میاد از دیگه مقاومت ایجاد میشه. اینجا شما وقتی خودتون رو علامه دهر میدونین و قادر مطلق میدونین، دانای مطلق میدونین و میخوان که اون تحت تاثیر شما و حرفای شما قرار بگیره، معلومه نمیگیره. هیچ کس نمیتونه، حتی اونی که دکتر روانشناسه خودش نمیتونه مشاوره حالا یا خانمش یا شوهرش باشه. باید برن یه فرد ثالثی باشه. ما نمیتونه زن یا مرد رو تغییر بده. نه، مسئله تغییر نیست، مسئله اینه که اینا یه رابطه ایه. ببینیم، ما نمیتونیم دبل ریلیشنشی با یکی داشته باشیم. وقتی اون همسر منه، یه رابطه یه زن و شوهریه. حالا وقتی که من میخوام نصیحتش کنم و بهش بگم من میدونم، من دانا هم، من دارم روانشناسی رو مثلا هم خوندم و هم یاد گرفتم دارم بهت میگم، این میشه دبل ریلیشنشی. ما نمیتونیم، اگر همسریم باید بریم یه فرد ثالث این وسط صحبت کنه، وگرنه شما 3 سالم بشین به خانومتون بگین اشکالت اینه، با اینکه من روانشناسی خوندم یا شنیدم بعد این کارو، که هیچ گوشی حرف شما رو نمیپذیره. اشکال ما اینه که اگر یکی یک آگاهی داره میخواد اون یکی رو به زور وادار کنی که آره من میدونم، من میفهمم و دارم خوب تو رو میخوام تو این تغییرات رو بکنی. معلومه که نمیکنه. اینجا ما نمیتونیم دبل ریلیشنشیپ داشته باشیم، هم همسر طرف باشیم، هم تراپیستش، هم نصیحت کنش. نمیپذیرن. اینه که آدم ها این آگاهی رو حالا دیگه اون که نمیره یا میره، داریم از من چرا میپرسین؟ وقتی که میگین تو خانوادهش خانوادهش وقتی همه میگین اسکیزوفرن دارن، اسکیزوفرنی هستن، تشخیصشون هم دادن و خود ایشون هم حالا یا بایپولار یا تشخیص اسکیزوفرنی دادن، خب معلومه اینا هستن خودشون کسایی که بایپولار هم و این اشکال هستن دکتر رو قبول ندارن، دوست ندارن دکتر برن، دوست ندارن دارو بخورن. تمام اشکالاتی که ما داریم با این افرادی که این اشکالات رو دارن، خانواده هاشون دارن، این که اولا دارو استفاده نمی کنن به هیچ وجه، و اگر هم میگه خودت بخور، مثلا اگر یه خانم که افرادی که با من در ارتباط هم میگن بچه ما مثلا این مشکل رو داره، بایپولاره، و ما دارو رو که بهش میدیم میگه خودت بخور، من اشکالی ندارم. به خاطر همینم شما نمیتونین هم دکتر خانومتون باشین، هم همسرش باشین، یا هم مادرش باشین، هم دکترش باشین. رابطه تو خراب میشه وقتی اونا نمیپذیرن که شما بیاین براشون دستور دارویی بدین، یه دستوری رو برای اونا بخواین بهشون حکم بکنین تو باید این کارو بکنی، باید دکتر بری. نمیتونین. شما همسرشین، همسرش باقی بمونین. حالا اگر میبینین تو خانوادش افراد بایپولار، اسکیزوفرن یا هر چیزی هست، خب اون باید خودش بپذیره که بره پیش روانپزشک و بپرسه. من پذیره، من چیکار کنم که زندگی سالمی داشته باشه؟ خب وقتی که اگه اسکیزوفرن یا اگر بایپولاره، اون زندگی زناشویی سالمی وجود نداره. اگه شما میگه من سالمم و اون اشکال داره، خب اون حتما باید دارو استفاده بکنه، حتما باید تحت نظر پزشک باشه. وقتی که نیست، خب معلومه که نمیپذیره، معلومه که این اشکال دعوا به وجود میاد. شما قادر نیستین که اونو وادار کنین، ولی اگر خودش قبول بکنه که خب بره با پزشک مشورت کنه و یک کاری برای خودش انجام بده، اون موقع هستش که خب میتونین یه تغییر رو در اون به وجود بیارین. وگرنه یعنی از طریق دارو، از طریق حالا اون تراپی که میره پیش دکتر، بستگی داره که چقدر بپذیره. چون بایپولار ها اصلا نمیپذیرن که اشکال دارن، نمیپذیرن که دارو بگیرن، اشکالشون اینه. من واقعا صدها خانواده در ارتباط بودم و توی تراپی که بچه های بایپولار داشتن یا همسر یا
هر حال نزدیکانی که باشون دوی خونه زندگی میکنن و این بایپولارا اولا که دارو استفاده نمیکنن، بعدم نمیپذیرن که ما اشکال داریم و همین پرت میکنن توپ تو زمین شما. این مدلی نیست، اینا حتما باید دارو بگیرن و اگرم نگیرن الان چیزی که به وجود اومده که من یه مطالعاتی در این مورد داشتم و تو اروپا هم انجام میشه، حالا احتمالا من فکر میکنم تو آمریکا هم انجام بشه، به اینا به جای اینکه دارو بدن یک آمپولای رو ماهیانه یا 15 روز یک بار تزریق میکنن که آروم آروم این دوزش وارد خون میشه و اون مود اونا رو یکم استیبل میکنه. از این طریق چون معمولا هم اینا حاضر نیستن دارو رو استفاده بکنن و میریزن دور. من که من یه مراجعه داشتم. من چی کار کنم خانم دکتر؟ من خب شما وقتی با یه بیمار روانی یا اشکال کسی که خب اگر بایپولار باشه، تشخیص بایپولار داده باشن، شما نمیتونین اونو درستش کنی مگر اینکه اون باید دارو استفاده کنی یه ذره مودش استیبل بشه، وگرنه شما کاری نمیتونین برای اون بکنین، نمیتونین درمانش بکنین یا باهاش نمیدونم دعوا مرافع را بندازین. اون بیماره. چیزی که مهمه اینه که برای درمانش دنبال این باشین که یا از طریق اون تزریقی که میکنن بتونه مودش استیبل بشه، بتونه حالت عادی خودشو به دست بیاره. حالت عادی به دست نیاره شما نمیتونین با آدم بایپولار هی باهاش بخواین نصیحتش کنین، حرف بزنین، معلومه دعوا میشه، اشکال به وجود میاد. شما قادر به درمان اون نیستین، شما کمک بگیرین، حالا از پزشک، از روان پزشکی که اگر میتونه اون تزریق رو بکنه، چون الان با کسایی که بچه های بایپولار داشتن یا افراد خانواده شون بوده، من اونا رو هدایت کردم که این انجکشنی به وجود میاد که این ریز ریز توی خون چیز میشه، قطره قطره وارد خون میشه روزمره و اینو وقتی که تزریق میکنن میتونه مود اونا رو یواش یواش استیبل کنه و اینو دکترهایی که هستن اینجا، روانپزشکایی که میکنن این کارا رو میتونین، حالا تو ایران هم باعث با یه روانپزشک در ارتباط باشیم و ببینیم که آیا اون تزریق رو اونا هم تو ایران انجام میدن که اون دارو به صورت در حقیقت ریز ریز خودش وارد خونش بشه، تزریق میکنن و میتونه یواش یواش مود اونو استیبل کنه، وگرنه نه با نصیحت شما، نه با دعوای شما، نه با داد و بیداد شما هیچکی نمیتونه درست بشه، اونم کسی که بایپولار هستن، نه اصلا میفهمن شما چی میگین، نه میخوان قبول کنن و اگرم شما بگین تو اشکال داری باید دارو بگیری، میگه خودت اشکال داری، خودت باید دارو بخوری دیگه. من با هزاران بله من با هزاران کیسی که هم اینجا با من در ارتباط بودن دارو نمیخوان بپذیرن، اما گفتم تزریقه، تزریق بکنه. از خانم من از دکترای روانپزشک تنفر داره. بله اینا اصلا حاضر نیستن برن بایپولارا، میگن تو مریضی، تو اشکال داری، تو برو تزریق کن، تو برو قرص بخور. مگه قبول میکنن؟ معلومه که قبول نمیکنن. به همین دلیله که به هر حال اشکال دارن و این همه خانواده هایی که الان واقعا میگم در عرض همین یک ماه چندین اقلا بگم نفر با من تماس گرفتن، حالا فرزندشون این اشکال داشته که من باهاشون هدایتشون کردم که چه جوری میتونن اینا رو از طریق چیز حالا تزریق یا دارویی که اونجوری وارد خونشون میشه بعد برن بررسی کنن ببینن پزشکای روان پزشکای اینجا این کارا رو به این شکل باید براشون انجام میدن، چون هیچ راه دیگه ای نداره، دارو که نمیخورن، نمیپذیرن که استفاده کنن، میندازن دور. و مشکلاتی که در این رابطه هست من انقدر زیاد دیدم که میگو ازم بهش کنم. خانم دکتر ببخشید، چه روشی رو پیاده کنن که ببرمش دکتر روان پزشک؟ چه روشی؟ نمیان اینا، شما بگیم میبریم دکتر، نمیاد، نمیتونین. ولی میتونین اگر مثلا با دکتری مشورت کنیم ببینین اگر اون تزریق هستش، ببینین اینا دارو نمیخورن، حاضر نیستن
که بیان بگن حالا این قرصا رو باید بخوری یا... ولی تزریقی که میکنن میتونه، من تو آلمان یه خانم با من تماس گرفت که گفت همسرم همین حالت بایپولار داره و از بیمارستان مرخصش کردن، ولی گفتن ما یه دفعه ماهی 15 روزی یه دفعه بیاد اون تزریق رو میکنن، این تزریق ریز ریز وارد جریان خونش میشه که میتونه مودش رو استیبل کنه، یعنی حالش رو نرمالی به نرمال نزدیک بکنه. و متشکرم خانم دکتر، حرف شما رو تایید کردم. ضمناً من از 10 سال پیش کتابای شما رو از گوهرده از اشتراکی گرفتم دارم میخونم. خب خدا رو شکر، اتفاقا این کتاب راست میگه، منم به جادوی باور و ذهن رمز موفق اولی شما در کوه استرس استراب بود چرای زندگی میکنم میرفتم اشتراکی آقای کتاب شما رو به ما داد، من یه خانم اومد کتاب شما رو از ما گرفت، کتاب های شما رو میبینم که بله و میتونین اینا رو بخونین، اینا خیلی بهتون یاد میده. بله این رمز موفق، این یکی جادوی باور رمز موفقیت ذهن خلاق، میتونین از تو ایران که میتونین از سارک دانشگاه، بله دیگه توی تو کراچ هستش آقای کسی که اونجا کتاب منو میفروشه، توی ایران توی کراچ هستش چیزش و میتونین با من در ارتباط باشین، تلفنش رو بهتون میدم، میتونین از اونجا تهیه بکن. کسای دیگه ای هم که در همه جای دنیا قرار گرفتن میتونن تماس بگیرن و کتابا رو اوردر بدن که براشون به آدرسشون فرستاده میشه. متشکرم، برای شما شب روز خوشی آرزو دارم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. به هر حال این چیزی که در موردش چقدرم مریضای بایپولار زیاده، خانواده ها چقدر رو این مسئله حساسیت دارن، من این چیزی رو بحثی رو که امروز شد میخوام بهتون بگم، شما نمیتونین اون بایپولار رو درستش بکنین، نمیتونین نصیحتش کنین، نمیتونین بهش بکن نکن بگین، کمک باید بگیرین و از همین طریق تزریقات، یعنی دکترها بپرسین ببینین وقتی که میتونن اینجکت بکنن، چون اینا دارو هم حاضر نیستن استفاده کنن بایپولارا. پس بنابراین حتما کمک بگیرین از متخصص دکتر روانپزشکی که شما رو در این مورد هدایتتون کنه. پس من برنامه خودم رو اینجا با تشکر از آقای مهندس اندرو، خانم اصل و آقای مهندس میرشی سپاسگزاری میکنم و خوشحالم که با شما همیشه در ارتباط هستم، هفته یک بار و بازپخشش هم که روز یک شنبه است از 6 بعد از ظهر میتونی برنامه منو، البته در آمریکا، در ایران من نمیدونم چه روزی خواهد بود، و خوشحالم که با شما در ارتباطم و تا درودی دیگر بهتون بدرود و خدا نگهدار میگم. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم میکند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946.